اگه رپ فارسی رو دنبال میکنید و به طور خاص موج جدید رپ فارسی رو دنبال میکنید، آرتیست های از هیپاپولوژی، سیناتسا تا دورچی، همه و همه به برند The North Face علاقه خیلی زیادی دارند و این برند جزوی از اون هویت بصریه که ما این آرتیست ها رو باهاشون شناختیم. امروز تو این قسمت از WTF IGU علم از سوال میریم سراغ این که برند The North Face چجوری وارد فضای رپ فارسی شد و چجوری انقدر گره محکمی به طور خاص با نسل جدید این صحنه پیدا کرد. سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال من. من نیما دیدابم و اینجا کانال نیما دیداب به تب و امروز میریم سراغ یه موضوعی که من خیلی وقت میخواستم راجبش صحبت بکنم و اون چیزی نیست جز رابطه برند The North Face با صحنه رپ فارسی و اینکه این برند چجوری به این صحنه نفوذ پیدا کرد. قبل از همه چی باید اصلا The North Face رو بشناسیم. آدم ها کلن تو طول تاریخ، تو طول مدتی که آدم بودیم، علاقه زیادی به طبیعت داشتیم و همیشه جزوی از طبیعت بودیم و گشت و گذار توش بهمون خوش میگذشت. داگلاس و جین تامکینز هم از این قاعده مستثنا نبودن. دو نفر که قله های اروپا، آفریقای شمالی و آمریکای جنوبی رو فتح کردن و گشت و گذار تو طبیعت از هابیاشون بود و بعد از اینکه این دو نفر یه بخش زیادی از عمرشون رو به کوهنوردی پرداختن، یه وامی گرفتن و تونستن یه مغازه‌ای به اسم The North Face بزنن. این اسم به خاطر وجهه شمالی کوههایی که فتح می‌کردن انتخاب شد. وجهه شمالی که همیشه فتح کردن قله از اون سمت سخت‌تر بود و برفی‌تر بود. این مغازه رشد کرد و شروع کرد به لوازم کوهنوردی تولید کردن و به فروش رسوندن و با گذر زمان و با گذر حدود 20 سال از افتتاحشون توی دهه 1960 کم کم این برند بزرگ و بزرگتر شد و صاحباش تغییر کرد و تو اوایل دهه 1990 بود که کم کم این برند تونست به اون چیزی که تقریبا الان میشناسیم تبدیل بشه. توی سال 1992 و با معرفی پافر معروفشون به اسم نابسی، این برند تونست به یه اوج جدیدی دست پیدا بکنه و اون سالها مصادف بود با به اوج رسیدن صحنه هیپ هاپ نیویورک. نیویورک شهر سردیه و آدمایی که داشتن این صحنه هیپ هاپ نیویورک رو پیش می‌بردن معمولاً از طبقه‌های فقیرتر اون جامعه بودن. افرادی بودن که تحرک اجتماعی یا سوشال موبیلیتی واسهشون اهمیت خیلی زیادی داشت و واسه اینکه بتونن تو اون سرما از جایی به جای دیگه برن، برخورد اجتماعی داشته باشن و بتونن توی اون صحنه نتورک بکنن، نیاز به وسیله داشتن که گرم نگهشون بداره. و اون کاپشن های North Face توی اون سالها حداقل چیزی بود که میتونستن این سوشال موبیلیتی رو باش به دست بیارن. در این حال کیفیت و سرسختی همیشه دوتا از بنمایه های برند North Face بوده و در این حال ارزش هایی بوده که اون فرهنگ ماچوی هیپ هاپ و آرتیست های توش همیشه دوست داشتن خودش رو با اونا به مخاطبشون معرفی بکنن و این گره خوردن این دوتا ارزش و منطبق بودنشون باعث شد که آرتیستایی مثل بیگی، بیگ ال، ریکوان، متودمن و و و از این برند استفاده بکنن و پوشاکش رو به عنوان نمادی از ارزش‌های خودشون به نمایش بذارن. توی اواسط دهه 1990 آرتیستای خیلی بزرگی رو، تقریبا بزرگترین آرتیستای صحنه هیپ هاپ کل دنیا رو تو اون بازه زمانی می‌بینید که دارن با پافرهای نورس فیس توی آرت ورکاشون ظاهر میشن، توی فتوشوتاشون ظاهر میشن و توی ترکاشون حتی شاوت‌اوت میدن بهش. زمان میگذره و صحنه نیویورک رشد پیدا میکنه و وارد بلینگرا میشیم به اصطلاح. گروه های مثل دیپست و آرتیست های مثل جیم جونز، جوئل سانتانا و کامرون کسایی میشن که پرچمدار فرهنگ هیپ هاپ نیویورک میشن و یه مقدار فضا از اون استایل مینیمالی که بیگی، متودمن، ووتن کلن به طور کلی و اون ساید از هیپ هاپ نیویورک بهش میپرداختن داره فاصله میگیره و یه مقدار زرق و برق دارتر میشه و North Face اون هیتی که توی صحنه نیویورک داشت رو کم کم از دست میده و به نظر میاد که برند The North Face توی صحنه هیپ هاپ داره میمیره. ولی تو اوایل دهه 2000 همونطور که آتیش North Face توی نیویورک داشت میخابید، کیلومترها اونورتر توی انگلستان و توی شهر لندن که شهر سردی هم حساب میشه مثل نیویورک،
یه صحنه جدید، یکی از سابژانرهای جدید هیپ هاپ داشت رشد میکرد و اونجا بود که گرایم شکل واقعی خودش رو پیدا کرد. آرتیستایی مثل باگزی مالون، جلوتر آرتیستایی مثل گروه سکشن بویز، کسایی بودن که به برند نورسویس علاقه خیلی زیادی داشتن و این انتقال، این چجوری بگم، صادرات فرهنگ از نیویورک به لندن خیلی مستقیم اتفاق افتاد و یه خط سیر مشخصی داره که میتونیم از هیپ هاپ نیویورک ادامه بدیمش و به گرایم تو لندن برسیم که چجوری نورث فیس توی گرایم کم کم خودش رو نشون داد و به یه بخش جدایی ناپذیر از اون تصویری که دنیا از گرایم تعریف میکرد و دریافت میکرد تبدیل شد. توی دهه 2000 تا 2010 که گرایم تو اوج خودش بود، نورث فیس بخش جدایی ناپذیری از این صحنه بود و هنوز هیچ اثری از نورث فیس توی هیپ هاپ فارسی وجود نداشت. اون بازه زمانی هیپ هاپ فارسی وجود داشت، رشد کرده بود و یه صحنه نسبتاً پدر مادرداری بود، خب؟ ولی هنوز این صادرات فرهنگی توی اون بخش پوشاک و فشن صورت نگرفته بود. یه بخشیش به خاطر اینه که اینترنت به اون معنا وجود نداشت که ما بتونیم محتوای بصری بروز از اون صحنه ها دریافت بکنیم. و از یه سمت دیگه مشکل دیگه‌ای که وجود داشت وضعیت اقتصادی بود. وقتی که جلوتر میایم گرایم رو می‌بینیم که تبدیل به صحنه یوکی دریل میشه. از سال 2010 که گذر می‌کنیم و هرچی به سال 2020 نزدیک‌تر می‌شیم، گرایم روز به روز تغییر می‌کنه. رود رپ وارد داستان میشه. توی صحنه رود رپ د نورث فیس یکی از بولدترین برندها بوده. و همینطور که جلوتر میایم و وارد صحنه یوکی دریل میشیم، میبینیم که گردش مالی این صحنه افزایش پیدا میکنه و در این حال کلاوت این صحنه افزایش پیدا میکنه. تو این بازه زمانی ترانزیشن رود رپ به یوکی دریل، آرتیست های مثل ایساپ راکی، پلی بوی کارتی و دریک رو میبینیم که اون صادرات فرهنگی قدیم نیویورک که نورث فیس ازش به لندن اومده بود رو دوباره به آمریکای شمالی برمیگردونن. دریک به طور خاص به کانادا و ایساپ راکی به طور خاص دوباره به نیویورک برمیگردونه این برند رو و همکاری‌های برند نورث فیس با برندهای مثل سوپریم باعث میشه که این برند دوباره به یکی از هات ترین برندهای اون فضا تبدیل بشه. ولی در عین حال با افزایش گردش مالی که تو صحنه یوکی دریل شاهد بودیم با منفجر شدنش، کم کم میبینیم که آرتیست ها میخوان یه مقدار خودشون رو از بقیه فاصله بدن. همه آرتیستایی که تو صحنه یوکی دریل حداقل فعالیت میکردن توانایی خریدن اون پافرهای نورث فیس رو داشتن، ولی همه نمیتونستن برن و پافرهای برندهای لاکچری تری مثل استونی آیلند یا کانادا گوس یا مانکلر رو بخرن. و اینجاست که کم کم این فاصله به وجود اومد. آرتیست هایی که داشتن از برندهای مثل استونی آیلند استفاده میکردن و درآمد بیشتری داشتن خودشون رو جدا کردن و نورث فیس یه جورایی به اون چجور بگم پوشاک طبقه متوسط روبه پایین صحنه هیپ هاپ انگلستان تبدیل شد. توی این بازه زمانی ما میبینیم که موج چهارم یا هر چیزی که موج نیو اسکول رپ فارسی وارد رپ فارسی میشه. آرتیستایی مثل هیپ هاپولوژیست، پوری، چرسی و آرتیستایی که ما به اسم نسل 4 میشناسیمشون با الهام مستقیم از صحنه یوکی دریل وارد رپ فارسی میشن و امضای جدیدی رو وارد این صحنه میکنن و واسه یکی از اولین بارها تو تاریخ رپ فارسی ما میبینیم که یه سابژانر جدیدی که وارد صحنه شده با یه فشن استایل خاص گره خورده و اینجاست که تفاوت، چجوری بگم، لول اقتصادی صحنه رپ فارسی و صحنه یوکی دریل یا صحنه برانکس دریل یا صحنه دریل تورنتو مثلا خودشو نشون میده. توی اون صحنه ها به خاطر گردش مالی بالایی که داشتن و به خاطر دسترسی بالایی که به برندهای متفاوت داشتن، تنوع این کاپشن ها و این پافرها خیلی بیشتر بود و اصولا بسته به اینکه آرتیست چه لولی از کریرشه، یا به برندهای مثل نورث فیس و پاتاگونیا سر میزد یا اگه تو لول جلوتری از کریرش بود برندهای میگم مثل استونی آیلند، کانادا گوس به سراغش میرفتن. ولی تو ایران این اتفاق نیفتاد. از اونجایی که گردش مالی رپ فارسی با صحنه‌ای که دارم ازش اسم میبرم قابل مقایسه نیست، به تبع از همون استارت داستان به همراه سبک یوکی دریل، برند د نورث فیس که در همون دوران هم حضور نسبتاً بولدی توی ایران داشت به خاطر علاقه‌ای که اون جامعه کوهنوردی بهش داره، مورد اقبال قرار گرفت و یه جورایی نماینده دریل فارسی شد توی این فضا.
هرچی که جلوتر میایم یه پیشبینی که من دارم اینه که گردش مالی توی رپ فارسی بیشتر میشه، همونطور که میبینیم روز به روز داره بیشتر میشه و با همین مسیر ما کم کم میبینیم که برندهای لاکچری تری تو این مسیر اضافه میشن به اون دایره فشن فضای رپ فارسی. من احتمال میدم که تو آینده خیلی نزدیک همونطور که ترپ استار و اسمش هودریش رو دیدیم تو فضای صحنه رپ فارسی، برندهایی مثل کانادا گوس و استونی آیلند رو خیلی بولدتر خواهیم دید. آرتیستایی مثل زیروتونی وان کید، آرتیستایی مثل هیپابولوژیس، آرتیستایی مثل پوری، کسایی هم که همیشه سردمدار اون مودهایی بودن که داشت توی فضای رپ فارسی رشد پیدا میکرد و به نظر من همین آرتیستا خواهند بود که اون خط قرمز رو جلوتر میبرند و برندهای جدیدی رو معرفی میکنند تو چند سال آینده. و یه نکته دیگه جذابی که باعث شد برند نورس فیس به طور خاص و به دلایل عجیب غریبی تو رپ فارسی بولد شه، انقلاب موسیقی شمال کشور بود، انقلاب شمال کشور توی رپ فارسی بود و به طور خاص یه آرتیست به اسم سیناتزا. سینا برادر سروشی پابولوژیست، با اینکه کاتالوگ محدودی داره در حال حاضر یکی از هات ترین آرتیستایی که تو فضای رپ فارسی داره فعالیت میکنه و یکی از نیکنیمایی که باهاش داره خودشو معرفی میکنه چهره شماله. چهره شمال یا The North's Face اسمیه که سینا واسه خودش انتخاب کرده و بای دیفالت گره خیلی محکمی با برند The North's Face داره، همونطور که از اسمش مشخصه. و این یکی از عوامل دیگه بود که باعث شد ما توی لیریکای آرتیستایی مثل هیپاپولوژیست، مثل سیناتزا، این اصطلاح و اسم این برند رو بیشتر و بیشتر بشنویم و جای پای این برند توی صحنه رپ فارسی بولد و بولدتر بشه. جای پایی که به نظر من حالا تو رپ فارسی باقی میمونه و با اینکه تغییر میکنه و رو به جلو 100% برندهای جدید رو میبینیم که صعود پیدا میکنن، برندشون قوی تر میشه و بعدن از مد میافتن، ولی نورسیس به نظر من برند مستحکمی تو این فضا خواهد بود و بیشتر اسمش رو خواهیم شنید. خب بچه‌ها، این بود نحوه ورود نورس فیس به رپ فارسی. یه سری خیلی مشخصی داره، یه بار دیگه میگم: هیپ هاپ نیویورک، بیگی، بیگ ال، میس و اون داستان ها، گرایم، باگزی مالون، یوکی دریل، آرتیستایی مثل یوکی دریل، هر کیو بگم کم گفتم، مثل هدیوان، مثل ابراکادابرا، مثل تیون وین، مثل گروه تی پی ال که در نورث فیس توی موزیک ویدیوهاشون برق میزنه و مستقیما از یوکی دریل به فضای رپ فارسی، به نسل 4، هیپاپولوژیست، پوری، زیروتون وان کید و مهمتر از همه چیزی که تو این لحظه باش برخورد داریم، سیناتزا. خب بچه ها، دمتون گرم، مرسی که بودید و اینکه نظرتون راجع به این مدل ویدیوها توی کامنت ها واسم بگید. میبینمتون.